عرض سلام و تقدیم ارادت مجدد خدمت شما بینندگان ارجمند، با پوزش از گاهگاهی که سخن به پرخاش میکشه. موضوع سخن امروز درباره تحقیق و تقلید در اسلام قرآنی است و اینکه آیا اساساً تقلید در هیچ مرحله‌ای جایگاهی در قرآن دارد یا ندارد. تصادفاً برخورد کردم با معرفی یکی از دوستانم شب گذشته که در ایمیل من یک کلیپ کوتاهی، فکر میکنم 11 یا 12 دقیقه است، از دو نفر از اساتید که یکی از اونها واقعا یکی از نخبه های دوران ماست، معاصر ماست، دکتر عبدالکریم سروش و همینطور دانشمند محترم جناب مهندس عبدالعلی بازرگان، مطالب کوتاهی این افراد در ارتباط با موضوع تقلید بیان کردند که اشکالاتی در اون دیده می شد، ضمن اینکه خب مثل همیشه منافع بسیار زیادی فرمایشاتشون داشت و بسیاری از فرمایشاتشون هم صحیح بود، ولی طبعا خب همه ما هم احتیاج به اصلاح داریم و مطالبی در گفتارشون دیده می شد که تا حدودی جنبه احتیاط رو رعایت می کردند، تا حدودی دو پهلو صحبت می کردند و به گمان من انسان یا باید سکوت بکنه یا اگر در این موارد می خواهد صحبت بکند بایستی که لباس شهادت بپوشد و منتظر عواقب کار خودش هم باشد و این کار رو به نرمش و آرامی و اینکه آرام از کنار حوادث انسان عبور بکنه، این در واقع یک نوع حرکت مضر و زیانبار است که یک امر مفید رو تبدیل به یک امر مضر و بیخاصیت میکنه. یعنی اگر ما این موضوع تقلید رو که باید شناخته بشه، باید عریان بشه و باید مردم متوجه بشن که ابعاد خساراتی که تقلید وارد میکنه و در طول تاریخ چنین کرده در کجا باید شناسایی بشه، اگر این تلبیس بشه، اگر این تعمیر بشه و اگر ترمیم بشه و تعدیل بشه، همین بلاها رو ما سرش بیاریم، نتیجهش این میشه که ضرر و زیان این کار ناپیدا خواهد بود و آیندگان ما بیشتر و بیشتر در این دام فرو خواهند افتاد. تقلید مثل یک سیاه چالی است، مثل یک چاهی است که در درون این چاه پر از عقرب جرار و مار غاشیه است. یعنی همون جهنمی که قرآن تعریف میکنه در تشبیه، عین اون جهنم در این چاهی وجود داره که کار مقلدین و کار کسانی که امر تقلید رو بر ما تحکیم کردند این است که هوا که تاریک میشه ما رو هدایت بکنند که در این چاه ها فرو بیفتیم. اینها رو بهش میگیم چاه های تقلید، که در واقع درست خلاف جهت قرآن کار میکنه، که قرآن اصل رو بر هدایت گذاشته، تقلید اصل رو بر گمراهی گذاشته. اینکه اینها اشتباه میکنند و کم میگویند یا استدلال ندارند، ولی خب نظریه بیان میکنند که همینقدر یاد گرفتند و به نظر خودشان هم دور، ابدا چنین نیست. کسی اگر دین اسلام رو اینطور یاد گرفته که شما اگر یک دختر جوانی رو در خیابان پیدا کردید و فکر کردید که میخواهید به او تجاوز کنید، چون در قرآن گفته به اسیر جنگی میشود که با تصرف تجاوز کرد و زنا محسوب نمی شود، این تدریس رو به مردم می کنید، آیا این درس ها رو
به کسانی که خریدار این درس ها هستند و روی این درس ها سرمایه گذاری می کنند. آیا همین چیزها رو شما به ابوبکر بغدادی هم یاد ندادید؟ آیا این مبانی تدریسی که شما دارید و این توضیح المسائل هایی که شما دارید و این توضیحاتی که شما می دهید و این دینی که شما معرفی می کنید همین دینی نیست که امروز داعش مظهر اون هست؟ آیا همین زناهای اختراعی شما که رابطه مرسوم و رابطه حلال محسوب می شود در دید شما با قضاوت شما همین نیست که یک دختر 12 ساله رو که تا دیروز همسایه او بوده امروز می گوید من اعلام جنگ دادم، چون اعلام جنگ دادم تو الان با من در حال جنگ هستی؟ می گوید من با تو جنگ نمی کنم. می گوید فرقی نمی کند، یک طرف جنگ بکند کافیست، من با تو در حال جنگ هستم، الان تو رو گرفتار کردم، بر تو زورم برتری کرده، بنابراین تو اسیر من هستی. خب از اصل دوم، اصل اول جنگ، اصل دوم اسارت، الان تو به من میرسی، پس تو ملک یمین من هستی. خب چون الان ملک یمین هستی من هر چه بخواهم با تو انجام میدم، تو رو میخرم، تو رو میفروشم، از تو کسب لذت میکنم، تو رو میکشم. کسانی که ملک یمین رو به عنوان کالا معرفی میکنند اجازه میدهند به مالک که مملوک خودش رو بکشه. چرا؟ چون او که کالاست، آدم نیست. تجاوز چیست؟ میتواند هر وقتی خواست او رو بکشد. اون وقت این دختر 12 ساله رو چون کالاست از قانون اجاره و استجاره استفاده میکنند و او رو اجاره میدهند شرعاً با حکم شما، با حکم شما حقوقدان های دینی او را اجاره می دهند به روزی 20 نفر دختر 12 ساله و می گویند که ما به حکم قرآن این کار رو می کنیم، به حکم خدا این کار رو می کنیم، رسول هم همین کارها رو می کرده است، ما هم همین کارها رو می کنیم. و بعد از 10 روز، 12 روز، 15 روز این دختر رو تصمیم میگیرند که این کالا رو، دختر رو فراموش کنید، کالا رو بفروشند و این کالا رو به بازار میبرند و با سنت به قول خودشان اسلامی، اسلامی که شما برای اونها معین کردید، شما به اونها درس دادید، این دختر رو به حراج میگذارند و بعد چون کسی او رو نمیخره رئیس قبیله، رئیس این جنبش او رو به یکی از صحابه خودش مجاناً واگذار میکنه، هدیه میده، کالاست دیگه، هدیه میده، یا میخرند یا میفروشند یا هدیه میدهند یا سوغات میبرند برای خود. سوال من از شما این است که آیا جز مفتی، جز مرشد، جز مجتهد و جز کارشناس علوم دینی چه کسی این تعالیم شیطانی ضد بشری رو به نام قرآن به این افراد آموخته است و از چه منبعی این تعالیم رو اینها فرا گرفتند؟ من انتظارم از بزرگانی مثل آقای بازرگان و آقای سروش این است که چهره واقعی این افرادی رو که در لباس فقیه و در لباس مقلد و در لباس مجتهد ظاهر میشن اینها رو به مردم شناسایی بدهند که مردم اینها رو بشناسند و مردم در همون رابطه علی که استاد سروش معلم اون هستند این معلول هایی رو که امروز ما در جامعه داریم به علتها راجع بکنند و با علتهای خودش مربوط بکنند که ما بهتر بتوانیم که با این امور آشنا بشویم. یک موضوعی که هر دو بزرگوار در صحبتهاشون مرتب اشتباه میکردن و این اشتباه رو هم تکرار میکردن این است که موضوعات مشورت رو
یا موضوعات جائز بودن رو با موضوعات واجب بودن مخشوش می کردند و از تقلید به عنوان مشوره یا مشاورت نام می بردند. در صورتی که در عمل ما می بینیم که تقلید ممکن است که مفهوم نوعی تابعیت اختیاری داشته باشد، ولی در عمل می بینیم که ابزاری به کار می رود که جنبه مشورت در تقلید وجود ندارد. تقلید یک نوع تحمیل است، یک نوع تهدید است. در بیانات جناب دکتر سروش، ایشان نیاز اشاره می کنند به نیاز انسان برای اینکه انسان احتیاج دارد که کسب اطلاع بکند و میگویند که همه آدم ها که همه چیزها را نمی دانند. اگر کسانی هستند که عالم کل هستند، خوش به سعادتشان، فرمایشات ایشونه. اما همه که همه چیز رو نمی دانند و ما برای چیزهایی که نمی دانیم و می خواهیم بدانیم احتیاج داریم که با کسانی مشورت بکنیم که می دانیم که اونها می دانند. و وقتی که ما از دانسته های اونها مطلع شدیم، اون وقت مجاز هستیم که دانش خود رو به کار ببریم یا دانش خود رو به کار نبریم. تمام این مسائلی که ایشان فرمودند هیچ کدامش واقعیت نداره. اولا که تقلید به هیچ عنوان جنبه مشورت نداره، جنبه زور هست در جامعه که یک شخصی به شخص دیگری زور میگوید و یک قدرت نظامی و اقتصادی هم پشت سر اوست که تحمیل اراده و تحمیل عقیده می کند. و کار مقلد واژگون کردن و ویران کردن و مخروب ساختن بر بنای مقدس دین است. ایشان نوعی معرفی می کنند که یک مملکتی است، یک سرزمینی است، یک کره زمینی است که یک شخصی در اونجا نشسته، دارای اطلاعات کافی است، دارای علم است، عالم است، و یک شخصی هم این سو نشسته که این شخص علمی ندارد یا علم کمتری دارد. کنجکاوی به او در واقع مسلط می شود و کنجکاو می شود که عجب، من از علم نجوم هیچ اطلاعی ندارم، هندسه خوب می دانم، ولی نمی دانم که رابطه مثلثات با اندازه گیری فاصله زمین تا کره ماه به چه مناسبت است. من می خواهم هندسه فضایی یاد بگیرم. می گردم به در بین معلمین ریاضی و مثلا می بینم این آقا هندسه فضایی رو خوب بلد است، مخروطات بلد است یا هر چه بلد است. به اوشان مراجعه می کنم، از ایشان یاد می گیرم، چون هم اطلاع دارم، هم کم اطلاع دارم، هم نیاز به اطلاع بیشتر دارم و هم کارشناس این کار رو پیدا کردم، اطلاع پیدا می کنم. ایشان هم به من یاد می دهند، من بعد از این یاد می گیرم که چطور بین زمین و کرات دیگر رو بدون اینکه با اونجا مسافرت کنم اندازه گیری کنم. خب این خیلی علم مهمی است و همه اینها رو از همون مثلث یاد میگیرم و زوایای مثلث یاد میگیرم. یک معلمی پیدا میکنم که رابطه طول و رابطه زاویه رو با هم معین میکنه و من میتوانم به هر کجایی که نگاه میکنم فاصله اونها رو از روی زمین تعیین بکنم. خب این معجزه است دیگه. این رو از کی یاد میگیرم؟ از یک معلم. شما هیچ مقلدی رو سراغ دارید که دیگه از این بیشتر به ما چیزی یاد بده؟ اما آیا رابطه ما با این معلم هندسه، با رابطه ما با یک مقلد یا فقیه یا مفتی یکی است یا تفاوت میکند؟ اشکالی که در فرمایشات جناب دکتر سروش وجود داره اینه که رابطه تقید رو و رابطه قلاده و قلاده دار و قلاده گیر رو با مشورت آزاد علم اشتباه میکنند. اشتباه دوم ایشان این است که ما در تقلید علم نمی آموزیم، ما در تقلید خرافه می آموزیم، خشونت می آموزیم، دروغ می آموزیم،
ضد قرآن می آموزیم، سلب اختیار فردی می آموزیم، مبارزه با حاکمیت قانون می آموزیم. مگر اینها چیزهایی نیست که ما در تقلید می آموزیم؟ چطور شما اسم اینها را علم می گذارید؟ و چطور اسم مقلد رو معلم می گذارید و به علم توهین می کنید؟ که می گوید این افراد عالم هستند و در دنیا افرادی که علم کامل ندارند، که هیچ کس علم کامل ندارد، بنابراین اقتضا می کند این که انسان اولا علم کامل ندارد و بعد هم احتیاج به کمال دارد. بنابراین در نداشتن کمال و در نداشتن علم کافی و با داشتن شعور و حسیت نسبت به نقصی که انسان دارد، اینها همه با هم جمع میشه، انسان به یک معلمی مراجعه میکند که در مورد علمی که او از اون علم کسری دارد، اون معلم علم کافی دارد. وقتی که آقای دکتر سروش راجع به علم و معلم صحبت میکنند و میگویند آدم دنیا که آدمای دنیا که همشون عالم هم به همه چیز نیستند، یک چیزهایی هستند که ما نمیدانیم، کسری داریم و باید بریم اونها را از کسانی که میدانند یاد بگیریم. آقای دکتر سروش، یعنی شما معتقد هستید کسانی که قرآن رو میخوانند و قرآن رو نمیفهمند یا در مواردی احتیاج به کمک دارند، کسانی که معتقد به عقل، خوب توجه کنید که از شما چه سوالی میکنم، کسانی که قرآن رو میخوانند، تقوا هم دارند، ولی باز هم قرآن رو نمیفهمند، اون وقت به یک شخص خارجی مراجعه میکنند که تو به من کمک کن که من ببینم استنباط تو از این قرآن چیست. شاید که در برخورد این دو استنباط ما بتوانیم مفاهیم بهتری از قرآن دریافت کنیم. این رو قرآن میپذیره. اما آیا ما وقتی به یک مقلد مراجعه میکنیم همین اتفاق میفته؟ آیا کسی که معتقد به تقلید هست میتواند مسلمان باشد یا نه؟ یک کسی که سواد خواندن و نوشتن ندارد میتواند که معلم هندسه باشد یا نه؟ آیا شما از یک آدم بی سواد میتوانید علم هندسه بیاموزید یا نه؟ یا اون چرا که در خیال خود از یک شیاد بی سواد آموخته اید به نام علم هندسه میتواند توجیه بشود و تصدیق بشود که این علم هندسه است؟ وقتی کسی در مقامی نشسته که اون مقامی که نشسته محاربه با قرآن است، تقلید ضد تعقل است. چرا اسم تقلید روی اون گذاشتن؟ چرا اسم تعلیم روی اون نگذاشتن؟ چرا اسم تعلیم روی اون نگذاشتن؟ چرا این واژه رو اختراع کردند؟ برای اینکه به تعلیم معتقد نیستند، به تقلید و به تقید معتقد هستند، به دیکتاتوری معتقد هستند، به اقتدار معتقد هستند. یعنی وقتی میگوید من مقلد هستم، یعنی من قلاده دار هستم. تو مقلد هستی، یعنی تو قلاده دار هستی. من قلاده به دست دارم، تو قلاده به گردن. این رابطه مقلد و رابطه مقلده. چرا اصلا این عنوان رو اختیار کردند و هنوز هم به کار میبرند؟ چرا نمیگویند تعلیم و تعلم؟ برای اینکه خودشون میدانند که این علم نیست. اون وقت شما چطور اسم این امر رو علم میگذارید و در مقایسه که میکنید و تشبیهی که میکنید میگویید که آدم ها که همه دانا نیستند؟ قبول کردم از شما، آدم نادان هم مثل من هست، اما آیا نادانی مثل من نادانی خودش رو از طریق تقلید تکمیل میکنه یا از طریق تعلم؟ من این رو از شما سوال میکنم. آیا من بایستی که متعلم بشوم و علم بیاموزم که کسری ها و نادانی های خودم رو ترمیم بکنم، جبران بکنم، یا من باید به مقلد مراجعه بکنم و از طریق داشتن قلاده تعلم بکنم؟ آیا شما این روش تعلم رو میپذیرید؟
آیا شما هم در زندگی چندین ساله خودتون در خدمات فرهنگی و دانشگاهی که داشتید این همه شاگرد تربیت کردید؟ مفهوم شما از تعلیم و تعلم و معلم و علم همین است؟ خود شما هم به شاگردهاتون وقتی درس دادید در مقام مقلد بودید و اونها مقلد بودند و امر تقلید بین شما رد و بدل می شد، یا شما معلم بودید و اونها متعلم بودند و یک علم ثبت شده معین توجیه شده شناخته شده را تدریس و تعلیم می کردید؟ آیا مقلد این کار رو می کنه؟ آیا چیزی رو که مقلد به مقلد تکلیف می کنه، تحمیل می کنه، آیا این یک علم مستند شناخته شده است در پروتکل های جهانی؟ یک معلم هندسه وقتی که راجع به زوایای یک مثلث صحبت میکنه، وقتی راجع به سینوس صحبت میکنه، راجع به تانژانت صحبت میکنه، راجع به رابطه طول و وتر با زاویه او صحبت میکنه در یک مثلث قائم الزاویه، نسبت دو زاویه رو با خط اندازه گیری میکنه و از روی ضلعی که در واقع در قاعده زاویه قائمه قرار گرفته، رابطه بین این دو طول رو با زاویه در تناسبی قرار میده که میتواند به هر کجا که نگاه میکند فاصله اونها رو تعیین بکند. آیا شما این علم شناخته شده جهانی یونیورسال مورد تایید جامعه بشریت رو که به صورت یک علم پذیرفته شده با نظریات یک مقلد در مورد کتاب قرآن که مثل روز روشن در تناقض و تباین با مفاهیم قرآن است، یعنی اصلا اصل تقلید در محاربه با اصل آزادی عقیده است که در مقابل این ایستاده و به تحمیل تعلیم میگوید، میگوید مشغول چه کاری هستی؟ میگوید مشغول تعلیم هستم. میگوید این که تحمیل است، این که اعمال است، این که سلب اختیار و سلب استقلال داشتن تعقل است. میگوید نه، این این کاری که من میکنم در واقع تشویق تعقل است. یکی مثال متخصص رو که میزنید، اولا این افراد متخصص نیستند، متخصص هستند، متخصص در قرآن نیستند، متخصص در دروغ، محاربه، قرآن فروشی، تخریب اسلام، بنای خرافه و بنای خشونت هستند، بنای ظلم و ستم هستند، تخصص در اون کارها دارند، تخصص در قرآن ندارند، ایمان به قرآن هم ندارند. اگر داشتن اسلام به این روز نمی افتاد، اسلام رو من به این روز نینداختم، شما آقای سروش اسلام رو به این روز نینداختید، اسلام رو این کسانی به این روز انداختن که مقلد هستند. چون به محض اینکه کسی بگوید من ولی هستم، یعنی من اصل آزادی و اختیار رو که در قرآن هست نمی پذیرم. چطور این شخص می تواند معلم شما باشد؟ چطور یک دیکتاتور میتواند به شما درس دموکراسی بدهد؟ چطور یک زناکاری که به شما درس میدهد که شما برای همجنسی و نزدیکی جنسی با پسر یا دختر کافی است که او را قبول بدارید که اقرار کند که کنیز و اسیر شماست و خدا شما را میبخشد تبدیل به کالا میشود؟ پرسیدیم استاد بعد چه کنیم؟ حالا این دختر رو فریب دادیم و دختر هم اقرار کرد، گفت من کالا هستم، منو تصرف کن. بعد از اینکه او رو تصرف کردم، بالاخره من میخوام برگردم خانه خودم، این هم میخواد برگرده خانه خودی، راه این کار چیست؟ گفته او رو در راه خدا آزاد کن. در اسلام خیلی تشویق شده که آدم کنیز رو آزاد کن، آزادش کن، بر میگرده دو مرتبه از حالت کالا به انسان تبدیل میشه. آقای دکتر، این معلمینی که ما داریم و این تعالیمی که اینها میدهند، میشود گفت که اینها از ما رفع نقیصه میکنند؟ یعنی ما دارای نقصی هستیم که هستیم و دارای نادانی و سفاهتی هستیم که من هستم، من دیگران رو نمیگویم،
احتیاج داریم که تعلیم بپذیریم، احتیاج داریم که ندانسته های خود رو بیاموزیم و یاد بگیریم. اما آیا اینها کسانی هستند که نقص ما رو جبران می کنند و از نقص ما رو به کمال می برند؟ آیا وجدانن آقای دکتر سروش شما فکر می کنید که این افراد از ما رفع نقیصه می کنند؟ که شما در گفتارتون به نقیصه اشاره کردید که ما همه دارای احتیاجاتی هستیم که چیزهایی رو که نمی دانیم بیاموزیم. اینها به شما می آموزند چیزهایی رو که نمی دانید؟ و اون چیزهایی که نمی دانید منظور شما امور قرآنی است یا منظور شما عدم دانش شما به خرافات، به شیطان پرستی، به دروغ گفتن، به فریب دادن، به افترای به قرآن زدن؟ آیا هدف شما و مقصد شما از علم همین هاست؟ چون اینها که همین ها رو می آموزند به شما، چه چیز دیگری اینها به شما آموختند؟ فرمایشات آقای بازرگان این بود که مطالب اینها مستند به قرآن نیست. این خیلی خیلی بیان ملایمی است و اصلا گویای حقیقت نیست. نه تنها اینها بیاناتی که می کنند مستند به قرآن نیست، حتی موازی با قرآن نیست، بلکه متقاطع با قرآنه. ما بارها و بارها هم از این افراد از این مقلده ها دعوت کردیم که بیایند و من نادان بی سواد رو هدایت بکنند و تا به حال هیچ کدام آنها نیامدند. و کسانی که پوشیده و پنهان گاهی به نعل گاهی به میخ، آخه اسب رو که میخوان نعلش رو عوض بکنند پاش مجروحه، درد میکنه، و این اگر مرتب این چکش رو به این میخ بزنند که در پای او فرو بره، توان اسب بریده میشه و تحمل نمیکنه. این است که وقتی که میخوان چکش رو بزنن که این میخ به نعل و به پای اسب فرو بره، یکی به میخ میزنن یکی به نعل، که این اسب یه مقداری این بین تحمل داشته باشه و تعدیل ضربه ها رو بپذیره و نهایتا این میخ در استخوان او فرو بره. کسانی که امروز نقش راهنما برای ما بازی میکنن در درجات و طبقات مختلف، متاسفانه اینها کاری که میکنند کار همون نعلبندی است که قصد او این است که این میخ رو در داخل استخوان پای اسب فرو کند. نحوه کار اونها فرق میکند. بعضی از اونها با ملایمت، بعضی از اونها با به اشتباه انداختن مردم، و بعضی از اونها با سرگردان کردن مردم و پریشان کردن موضوع و بی سر و ته کردن موضوع، در واقع آب با آسیاب این جنایتکاران بشریت وارد می کنند و کار اونها رو آسان می کنند. یک موضوع بسیار مهمی که امشب به هیچ چیز هم نرسیدیم، یک موضوع بسیار مهمی که در اینجا باید مطرح بشود این است که همه کسانی که نه فقط جناب دکتر سروش یا آقای بازرگان، تقریبا همه کسانی که به نوعی در کار اصلاح تقلید برمی آیند، همه اینها در واقع نوعی راه تقلید رو هموار می کنند و از خشونت های اون جلوگیری می کنند، کم می کنند، لباس قشنگ تن تقلید می کنند، جملات خوب راجع به تقلید می گن، ولی در واقع اینها راه مسدود شده ی عقلانیت تقلید رو هموار می کنند و اجازه می دهند که تقلید ادامه پیدا بکند. یکی از این کارهای اشتباه این است که موضوع مشورت رو ما به عنوان تقلید نباید تدریس کنیم. و من در بیانات این آقایون و همینطور افراد دیگری هم که تعدادشون کم نیستند بسیار دیدم که موضوع مشورت
و موضوع استخدام رو با موضوع تقلید و مقلد و مقلد بودن مخشوش میکنند. نمیدانم اشتباه میکنند یا نمیکنند، امیدوارم که اشتباه بکنند، ولی به نظر میرسد که بالاتر از اشتباه است. ملاحظاتی شاید در بین است که مطالب رو واضح و علنی مطرح نمیکنند. اگر شما به بطن نظریات این افراد دقت کنید، در همون موضوع ولایت کمتر راجع به ولایت صحبت شده است. 95% از صحبت‌هایی که می‌کنند راجع به ولی صحبت می‌کنند که این ولی فقیه خوب است یا بد است. من تصور می‌کنم که این کارها خیلی هم ممکن است که اشتباهی نباشد. شما با ولی فقیه چه کار دارید؟ کار شما مگر قضاوت درباره شخص است؟ مگر کار یک معلم قضاوت است؟ معلم شغل معلمی دارد، قاضی شغل قضاوت دارد. قضاوت یک شرایطی دارد که من اون شرایط رو ندارم. اما اگر ما میخواییم که معلم باشیم، معلم نمیتواند که قاضی باشد. شما درباره رابطه موضوع ولایت و حاکمیت با قرآن و حق اختیار سخن بگویید که اساساً ما نوع بهترین نوع ولایت در جهان، که اصلاً فرض بکنید که ولایت امام علی است، ولایت عمر فاروقه که میگویند خیلی عادل بوده، ولایت امام زمانه برای کسانی که معتقد به امام زمان هستند. شما راجع به این ولایت صحبت بکنید، شما راجع به الوهیت ولایت صحبت بکنید که آیا ولایت از طرف خدا وجود خارجی داره یا نداره؟ آیا شخص بر مبنای الهامات و رؤیاها و وحی که به او میرسه و باورهای دینی و اعتقاداتی که به او پابنده میتواند که در کار سیاسی دارای ولایت فقاهت باشد یا نه؟ شما راجع به ولایت صحبت بکنید. شما این که راجع به این ولی صحبت میکنید، به اون ولی صحبت میکنید، راجع به این فحاشی میکنید یا نمیکنید، یا خوب میگویید یا بد میگویید، یا قهر میکنید یا آشتی میکنید، بالاخره مردم نمیفهمند که آیا اگر ولایت خوبی باشد خوب است یا قرآنی نیست. آیا در این موارد هم به مردم توضیح داده اید؟ من تصور میکنم که وقت آن است که ما کمر همت ببندیم و ترس رو کنار بگذاریم و پرده پوشی رو کنار بگذاریم. تا امروز گذشته، به خصوص ما که تقریبا همسن هم هستیم، همه ما ها با هم، با یکی دو سال بالا و پایین، به کجا میخواییم برسیم؟ به کجا رسیدیم؟ چرا با مردم تابناک و روشن سخن نمیگوییم؟ چرا قاطع سخن نمیگوییم؟ چرا این درهای بسته رو باز نمی کنیم که مردم بدانند در اینجا و اینجا چه می گذرد؟ چرا اجازه نمی دهید که عقاید و نظریات واقعی در تعاطی و تعارف و تقابل بر بیاید؟ در مورد موضوع تقلید یا تحقیق، شخص باید به مفهوم مشترک واژه تقلید و تسری و شرایط و حوزه استعمال آن به نوعی به توافق متقابل برسیم و حوزه عمل کرد و فایده و هدف و نتیجه تقلید شناخته بشود تا بتوان درباره آن سخن گفت. ما بدون اینکه به توافق برسیم به صورت یک مفهوم یونیورسال، به صورت یک مفهوم عام، بدانیم که معنی تقلید چیست و در کجا از تقلید استفاده میشه، شرایط استفاده از تقلید چیست،
حوزه و منطقه ای که تقلید در اون منطقه وارد میشه، راجع به چه موضوعاتی تقلید عمل میکنه و اساساً معنی تقلید چیست. یعنی تقلید وقتی یک موضوعی رو بیان میکنه، فرض بفرمایید که یک مقلدی به یک مقلدی یاد میدهد که 2 ضرب در 2 میشود 4، آیا کار به همین جا تمام میشود؟ این نظریه‌ای که داده شده با خودش بار تحمیل دارد، بار تحمیق دارد، بار تقدس دارد، بار تحمیل و اعمال و اجرا دارد. آیا جنبه مشورت دارد، جنبه تحکم دارد، جنبه قانونمندی دارد، جواز است یا وجوب است؟ آیا در تقلید امر می شود یا مشورت می شود؟ آیا اساساً تقلید راجع به جواز صحبت می کند یا راجع به واجب؟ یعنی یک امری رو که یک مقلدی بیان می کند به عنوان یک موضوع جائز بیان می کند یا به عنوان یک موضوع واجب، و در کجا از این تقلید استفاده می شود؟ حوزه عملکرد تقلید تا کجاست؟ فایده تقلید چیست؟ هدف تقلید چیست؟ نتیجه تقلید چیست؟ سند تقلید کجاست؟ سند، 2 تا سند در اینجا من صحبت میکنم راجع بهش. یکی سند اتکایی تقلیده. اگه شما هندسه درس میدید، این هندسه بایستی که به اصول محاسبات اقلیدوسی متکی باشه. یکی این که این تقلید به کجا وابسته است، به کجا متکی است، و یکی این که شناسنامه این تقلید مربوط به کدام مکتب می شود. یعنی کتابی که این تقلید از اون کتاب درس تقلید به ما می دهد، اون کتاب کجاست؟ و بعد شرایط تقلید در کجا توجیه شده؟ مثال این طور باید بزنیم که مثلا کسی میگوید که زنا در قرآن آزاد است با شرایطی. خب این معلوم شد که سند متکای این تدریس و تعلیم در قرآن است. فرض کنید قبول کردیم. حالا قسمت دومش باید ببینیم که از این آموزش از من چه میخواهید؟ آیا من رو آموزش میدید و رها میکنید؟ یا اینکه این آموزش تبدیل به تقید میشه، تبدیل به تحمیل میشه و تبدیل به قانون میشه و تبدیل به اجراییات میشه و سرپیچی کردن من از قانون شما منو مستحق تنبیه میکنه؟ این مثالی که عرض کردم به این خاطر بود. اصل اشکال در اختلاف و تداخل مفاهیم حکمت و حاکمیت است. موضوع تقلید رو به ما به عنوان یک حکمت معرفی کردن. گفتن که تقلید نوعاً حکمت، عقلانیت، تعقل، تفکر، اندازه‌گیری چیزهاست، علم آموختن و یاد گرفتنه. اینا رو جمعاً میگوییم حکمت. در حالی که تقلید ابداً حکمتی درش وجود نداره، فقط حاکمیت درش وجود داره. حکمت یعنی تقلید یک توطئه و یک منافقی است که در واقع حاکمیت رو با لباس حکمت وارد جامعه میکنه. یعنی اون چیزی که در قلب تقلید وجود داره حکمت نیست اصلا. نه عقلانیت درش وجود داره نه حکمت. شیطان رجیم فقط درش وجود داره. خناس وجود داره. وسواس وجود داره. نفاس وجود داره درش. اما این تلبیس حق به باطل میکنه. لباس حق بر باطل میپوشانه. و به عنوان حکمت وارد میشه،
اما در واقع حاکمیت، حکومت، اعمال، زور که در قالب حکمت و در قالب تعقل وارد میشه. باید ببینیم که آیا تقلید ریشه در حکمت داره یا در حکومت، و آیا آراء فقها برای مقلدین ایجاد وظیفه شرعی و تابعیت در مقابل حاکمیت میکنه یا نمیکنه. یعنی وقتی یک کسی به نام مفتی جلوی خانه کعبه میسته و فتوا میده به عنوان مقلد، میگوید این کسی که خارج از اختیار در خانه خدا استفراغ کرده، خارج از اراده، من چون مقلد هستم و مفتی، نظر من این است که باید گردن این رو بزنم. و بعد پادشاه اون کشور یا سرزمین که مقلد است به جلاد دستور میدهد که سر این شخص رو از تن جدا کن. این رابطه مقلد و مقلد است در قوی ترین و شناخته شده ترین رابطه اسلامی در خانه خدا. این دیگه اوج صحت این کاره که دیگه از این صحیح‌تر و کامل‌تر و بهتر نمیشه. یعنی قدرت ما، کسی که دارای درجه تقلیدی است، مقلد است، در جایی قرار داره که این مقلد از حاکم و از سلطان مقام و قدرتش بیشتره. به این نگویید معلم، به این نگویید مصلح، به این نگویید عالم. این مقام اجرایی داره. شناخت تقلید و شناخت جدا بودن تقلید از تعلیم و مشورت بسیار بسیار امر مهمی است. مطلب بعدی این است که مفهوم لغوی تقلید مثل بیشتر واژه‌های دیگه با مفهوم عرفی و شناخته شده اون بسیار متفاوته. مثلا اگر تقلید به معنای مشایعت و تابعیت و پیروی باشد، باید دید که این امر محدود به تابعیت عقیدتی می شود حتی اگر اون باشد، یا اینکه در واقع این تابعیت به نوع اجبار و به نوع تسلیم به حاکمیت منتج می شود. سوالم رو تکرار می کنم، اگر قبول بکنیم که موضوع تقلید فقط ایجاد دنبال روی و پیروی می کنه، ایجاد تشیع می کنه، ایجاد دنبال روی می کنه، باید ببینیم که آیا این تابعیتی که تقلید ایجاد می کنه فقط در قسمت اعتقادات خلاصه میشه؟ یعنی من بایستی که چون این آقا به من گفته که بهشت اینطوریه، جهنم اینطوریه، زنهایی که حوری هستن قدشون تا کجا میره، چیزهایی که به من یاد داده در من یک عقیدهی به وجود آورده که من پیرو و عقیده اون شخص شدم، یعنی من هم مثل او فکر میکنم که اگر نیکوکار باشیم زنهایی به ما داده میشه که یک پای اونها روی کره زمینه، یک پای دست اونها هم در بهشته. این رو به عنوان عقیده من از یک مقلد میپذیرم، یا اینکه در امور اجرایی هم من بایستی که تابع او باشم و مقلد او باشم، تقلید کنم؟ آیا تقلید میتواند که با تعقل همراه باشد؟ و برای کسانی که میگویند که تقلید در فروع دین است و تعقل در اصول دین است، آیا می تواند که انسان
در اصول دین تعقل کند تا جایی، و بعد اصول که تمام می شود به فروع که می خواهد برسد دریچه تعقل رو مسدود کند و بگوید من بعد از این تقلید می کنم. آیا شما به عنوان یک آدم عاقل این لاتعالات و این حرفهای پوچ و بیهوده که توهین به ذهنیت و شرافت شنونده است میپذیرید؟ که انسان در یک مقطعی تعقل میکند، بعد تعقل رو متوقف میکند، شروع به تقلید میکند. آیا ما خجالت نمیکشیم از خودمون که بعد از این همه مدرسه رفتن، درس خواندن، زحمت کشیدن، چنین اندیشه هایی رو، چنین تئوری هایی رو به مردم تحمیق میکنیم؟ و یا ادب است یا ترس است یا خودفروشی است یا هر چه که هست که من نمیدانم چه هست، چه ملاحظاتی در بین است که مردم رو در گمراهی باقی میگذارید؟ پای خودتون رو کنار بکشید، بگذارید کسانی وارد این جرگه بشوند که شجاعت بیشتری از شما دارند. فرصت نیست. اما اینکه زبان تقلید، خود زبان تقلید و مفهوم مستقیم تقلید هم یک چیز زشت و زننده است، اما در عمل به مراتب زشت‌تر و زننده‌تر از این است. سالها پیش در همسایگی ما، در شهری که ما زندگی می‌کردیم، عالم محترمی زندگی می‌کرد، فقیه عالی قدری بود که هم ادعای حکمت داشت و هم میگفت که من فلسفه میدانم و علوم مختلف رو میدانست. و در منزلشون ایشون باب مناظره رو ظاهرا مفتوح گذاشته بود و افراد مختلف میامدن و در مورد موضوعات مختلف صحبت میکردن. اون وقت هم بازار کمونیستی و مکتب دیالکتیک و این حرفا خیلی در اون شهری که ما زندگی میکردیم رونق داشت و این حرفا بازار روز بود و مرتب در محاوره ها بودن. منزل این عالم مرکز همین کارها بود و افراد مختلف می آمدن و یادم هست که یک آقایی در اونجا بود، یک کتابی بود به نام اصول مقدماتی فلسفه که هنوز اون وقت به فارسی ترجمه نشده بود. کتابی است که فکر میکنم نویسنده ایم نام جورج پولیتسر یا همچی کسی اون کتاب رو نوشته بود. این کتاب رو از فرانسه به فارسی صفحه به صفحه میخواند و بقیه هم در موردش اظهار نظر میکردن. دیگه خیلی روشن فکر بود این عالم در بین علما، و هر کسی که مجاب ایشان میشد، ایشان صحبت میکردن، اون شخص شکست میخورد در گفتگو، ایشان مورد رحمت قرار میدادن، دستی سرش میکشیدن، میگفتن حالا نگران نباش فرزند، بالاخره ما هم یه روزی مثل تو نادان بودیم و درس خواندیم و دانا شدیم و اینها، و خلاصه به فرعونیت اون عالم اضافه میشد. ولی اگر که اون عالم مجاب میشد، یعنی اگر کسی، و دیده شد که اینطور شده که یه کسی که خیلی خوب صحبت میکرد و اینها و استدلال میآورد، اون عالم رو مجاب کرد در بحث و گفتگویی که با هم داشتن، که حالا منظور نظر من اون نیست، من این که من عرض میکنم از کسی نشنیدم، این رو با چشم خودم دیدم که همراه پدر خودم به اون مجلس رفته بودم. به محض این که این شخص مجاب کرد اون عالم محترم رو، که فرزند ایشان امروز در ایران یکی از آیت الله های عظماست، نتوانست که پاسخ بدهد. گفتن که ما در این موارد اجازه نداریم که دیگه بیشتر با شما به گفتگو بپردازیم و صحبت جدال مطرح شد و ما از جدال ممنوع هستیم از این صحبت ها. اون شخص هم یک چایی جلوش بود که چایی نصف کاری بود، چاییش رو خورد و بهش گفتن که دیگه برو دیگه، الان دیگه خیلی خوب تمام شد صحبت، میخوایم تعطیل کنیم. وقتی که از جایش بلند شد این شخص که از خانه خارج بشه، حضرت آقا چشماشون رو خیلی با حالت غمازی و اینها باز کردند و بالا بردند و
به نوکرشون فرمودن که ضمناً استکانهای این آقا رو هم آب بکشید. خب آب کشیدن استکان که چیز بدی نیست، یعنی استکان ایشان رو بشورید. شما اگر که این جمله رو به انگلیسی، به فرانسه، به ترکی، به چه میدونم پشتو، به هر زبانی این ترجمه کنید، خب چیزی نمیفهمند. از این نوشته استکان این آقا رو بشویید. ولی معنی این حرف این است که این شخص اولا بسیار پرروست، بسیار مضر است، بسیار بیادب است و بالاتر از همه کافر است، بالاتر از همه نجس است، بالاتر از همه خون او مباح است و من به چشم خودم دیدم. من اولین باری که دیدم چاقو به سینه و شکم کسی فرو رفت و گوشت زیر پوست بیرون افتاد و ازش خون میریخت تا امروز از نظر من محو نشده. مجلس تعطیل شده بود، من و پدرم هم به تب آمدیم بیرون. در کوچه دراز و باریکی بود که خیلی هم نور کم بود در اونجا، ما یک مرتبه دیدیم که صدای یک نعره بلند شد و صدای الله اکبر یا علی یا الله یه چیزی اونجا بلند شد و دیدیم که این شخصی که صحبت کرده بود و مخالفت کرده بود با اون حضرت روی زمین افتاده و سینه او شکاف برداشته با چاقویی که یکی از همین طرفداران دین به ایشون وارد کرده بود. فکر میکنم بعد نجات پیدا کرد و اینها، من دیگه تحمل دیدن نداشتم و پدرم من از اون صحنه دور کرد. سوالی که در اینجا مطرح هست این است که آیا تقلید به معنای دنبال روی و تابعیت عقیدتی است یا تابعیت در فعل است؟ آیا تقلید اشاره به نحوه قضاوت و تعقل است یا اشاره به استنباط است؟ و آیا معنی تقلید پاره کردن شکم انسان هاست یا معنی تقلید مباحثه و مناظره و تعاطی افکار در ارتباط و در تقابل و تواجه استنباط های مختلف است؟ این است که ما وقتی راجع به تقلید صحبت می کنیم، ما از کره ماه که نیامدیم، که ما مال همین کره زمین هستیم، ما از فرهنگ‌های مشترکی برخوردار هستیم. ما می‌فهمیم که مقلد وقتی که به مقلد تعلیم نمی‌دهد، دستور می‌دهد، مقلد در واقع یک عروسکی است در دست مقلد. چرا بزرگان ما بر این جنایات اسم تعلیم و تعلم میگذارند؟ و استاد من جناب سروش این مثال های نامربوط رو مطرح میکنند که کسر دانش ما یا نداشتن علم ما، که همه ما که عالم نیستیم که همه چیز را بدانیم، ما کسری هایی داریم، کسری های ما به وسیله تقلید ترمیم میشه. این جان کلام ایشانه دی. یعنی اشتباهی که در این کار وجود داره این است که تقلید رو ما با تعلیم و با مشاوره اشتباه میکنیم. در مشاوره و در تعلیم آزادی بیان وجود داره. ممکن است که بحث ما در امشب هم به پایان نرسه، ولی ما این موضوع رو رها نمیکنیم. تعلیم وابسته به داشتن اراده، اختیار، استعداد، ظرفیت، توان و امکان و بالاتر از همه اختیار و آزادی بیان. اصلا اینها اگر نباشه موضوع تعلیم و تعلم انجام نمیشه. در موضوع تعلیم و تعلم هم علم باید وجود داشته باشه، که امشب نمیرسیم که تعریف علم رو بکنیم که علم چیه. وقتی ما میگیم معلم، معلم به وجود علم قائمه، باید یک علمی باشه که این معلم از این علم آگاه باشه
و یک شاگردی باشه که از این علم آگاه نباشه و این معلمی که از این علم آگاهه به این شاگردی که از این علم آگاه نیست آگاهی میبخشه. این رابطه معلم و علم و متعلمه. اگر معلم آزادی بیان نداشته باشه و شاگرد آزادی شنیدن نداشته باشه و شاگرد آزادی سوال کردن نداشته باشه که این رابطه تعلم به وجود نمیاد، که تعلیم انجام نمیشه و قرآن کارش بیهوده میشه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. آخر این انسانی رو که علم قرآن به او آموخته شده و علم قرآن رو هم قرآن معرفی میکنه که علم قرآن علم تبیین و علم بیانه، همه چیز بر مبنای آزادی بیان و داشتن اراده و داشتن اختیار و داشتن مسئولیت فردی در اعمالی که ما انجام میدهیم، اعمال ارادی فردی، چطور ما همه اینها رو میتوانیم زیر پا بگذاریم و به این اسم با شرافت تعلیم اسم تقلید بدهیم و بگوییم کسانی که علم ندارند یا کم دارند یا علمی رو نمیدانند برای تعلم اون علم احتیاج به مقلد دارند؟ این فرمایش آقای دکتر سروش هست دیگه، در اثبات وجود رابطه تقلید بین مقلد و مقلد اشاره به کمبود علم میکنن و در واقع مقلد رو در مقامی قرار میدهند که تأمین نقص علم مقلد رو میکنه، که در مورد این مباحث هم ما متاسفانه در این جلسه نتوانستیم که صحبت کنیم و هنوز همین سوال پاسخ داده نشده که آیا مقلد یا تقلید به حکمت مربوط می شود یا به حکومت؟ یعنی آیا مقلد حکیم است یا حکومتگر؟ حاکم هم نمی گویم چون حاکم معنی قاضی می دهد. آیا صاحب حکمت است یا صاحب قدرت؟ و آیا می تواند تقلید با آزادی بیان در یک قفس جا بگیرند یا نه؟ آیا اینها قابل جمع هستند یا نیستند؟ در یکی دو دقیقه کوتاه من میخواستم از همه کسانی که حالا به برنامه شبکه پیوند کمک میکنند یا نمیکنند اون رو یک شب دیگه گله خواهم کرد، ولی ما مشغول دریافت کمک های شما هستیم برای پروژه های حفر شاه و ترمیم شاه های مخروبه در کشور افغانستان با مشارکت شرکت خیریه امید در هامبورگ که ما با هم همکاری میکنیم و مشترکاً این پروژه ها رو انجام میدیم. خانواده بصیری، خانواده ایرانی، چاه شماره 56 رو اگر اشتباه نکنم به ملت افغانستان هدیه کردند و پریروز یا دیروز شاه شماره 57 نقشه اون تهیه شده و ظرف یکی دو روز آینده کار حفاری و ترمیم اون شروع خواهد شد و این شاه هم به وسیله خانواده جناب منصور کمیلی، یکی دیگر از خانواده های ایرانی، به ملت سرفراز و رشید افغانستان هدیه شده. از این حرکتی که آغاز شده و از این آشتی ملی و از این دوستی متقابل و از این پیاده کردن کارگاه قرآن، اون چرا که ما از قرآن می آموزیم تئوری است، این تئوری ها رو باید برداریم و به کارگاه ببریم، به ورکشاپ ببریم و در اونجا به مرحله اجرا بگذاریم. امر به معروف گفتار خوب نیست، کردار خوب است. کردار خوب کسی که می کند، گفتار او هم خوب است. اما بسیاری از افراد هستند که گفتار خوب رو به عنوان یک حرفه و تخصص استفاده می کنند و به کارگاه قرآن وارد نمی شوند.
ما باید هم کار تئوری انجام بدهیم، هم کار عملی انجام بدهیم، هم کار سری، خدمات سری انجام بدهیم، هم خدمات علنی انجام بدهیم. سوال کردند که چطور است که در قرآن هم میگوید که کمک می کنید هم سری و هم علانی باشه، هم علنی باشه هم سری، چطور اینها هست؟ پاسخ طولانی جلسه آینده خواهم داد، ولی به طور خیلی خلاصه در مواردی که گیرنده کمک دهنده کمک رو میشناسه و اینها روبرو میشن با هم، باید که کمک دارای ستر باشه، پوشیده باشه، سری باشه. یعنی من اگر بخواهم که به یک شخصی که در همسایگی من است و هر روز هم دیگر میبینیم کمک کنم، باید اون کمک از طریقی باشد که اون همسایه از کمک من بی اطلاع باشد. اما علنی هم باید کمک کنم وقتی که علانیت کار باعث تشویق دیگران میشه و طرفین همدیگر رو نمیبینن. الان اون بچه 4 ساله، 5 ساله، 10 ساله طفلی که در کنار چاه ایستاده و مرتب دعا میکنه که خدایا کی این تلمبه‌ای که میزنن این چاه آبش میاد بیرون، وقتی آبش بیرون میاد آبو به صورتش میزنه، دستاشو میبره بالا. اون بچه این خانواده بصیری رو نمیشناسه یا خانواده کلینی رو نمیشناسه. بنابراین ما اینها رو معرفی میکنیم، اسمشون رو هم روی چاه مینویسیم. این کار علانی است، اینها روبرو نمیشن که آب روشون بره، ولی مردم یاد میگیرن که میتواند یک کسی از 3000 کیلومتر 4000 کیلومتر فاصله دلش بتپه برای یک هم نوع خودش، و با وجودی که کسانی که کمک میکنن مثل همین شخصی که الان اسم او برده شد، شاید جمع درآمد او در ماه کمتر از 1500 دلار باشد. در آمریکا این رقم بسیار کمی است و از این مبلغ تأمین ترمیم یک چاه آب رو که انجام دادن خیلی شهامت، خیلی سخاوت و خیلی رشادت میکنه. این کار انجام نمیشد مگر با حضور شما، مگر با کمک های شما، و ما هم تا این درجه بی‌پروا نمی‌شدیم و با این جسارت نمی‌رسیدیم اگر همین کمک‌های ناچیز شما این چراغ رو روشن نگاه نمی‌داشت. من در مقابل کمک‌های همه شما عزیزان سر تعظیم فرود می‌آورم و اقرار می‌کنم که ثواب و افاده همه خدماتی که در این شبکه انجام می‌شود همه مربوط به شماست و من هیچ سهمی در این کار ندارم. بقای طول عمر فرد شما عزیزان رو توأم با عزت و آبرو و توفیق و آمرزش از درگاه حضرت حق مسئلت دارم. باقی باشید، سایی باشید، با خدا باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.